خلیل جوادی بی عزیز. با سلام عرض ادب و تبریک سال نو. سلام خدا، خدای کل هستی، خدای عقل و هوش و عشق و مستی، خدای اول و خدای آخر، رفیق مؤمن و شفیق کافر. اسب خدایی تو حسابی تاختی، یه هفتهی کل کراتو ساختی، یه اپسیلون خلل تو خلقتت نیست، یه ذره شک توی اصالتت نیست. من دارم از بچگی فکر میکنم، کرات و آسمونو چک میکنم، یه لحظه هم نمیمونن معطل، دارن میچرخن مثل روز اول. بعد هزار تا انفجار و لرزش یه ذره مو نرفته لای درزش. خلاصه کلام کارت درسته، پایه عقل منکر تو سسته. میخوام یه بار همینجوری خدایی خود اختلاط کنیم دوتایی، حتی اگه شده برای خنده یه لحظه گوش بدی به حرف بنده. بدون سیستم و صدای قوی شک ندارم هرچی بگم میشنوی. زبون ما رو هم که فوت آبی، با لهجمون حال میکنی حسابی. سرم مثل کلاف سردرگمه، بس که پر از مغلطه مردمه، یه عالم سوال توی ذهنمه، مخم داره میتره که جا کمه. بس که جواب دیگران چرنده، هرچی میگن عقل نمیپسنده. هر کی رسیده از تو چیزی گفته، خودت بگو که دوزاریم بیفته. گفتم اگه وقتش داشتی از دم هرچه سوال از خودت بپرسم. رفتی رو سقف آسمون نشستی، برای ما سفیر میفرستی، اونم نه در حد 3 تا 4 تا، یهو 124,000 تا. آدم اگه بی احتیاطی کنه ممکن اصلا یهو قاطی کنه. پیش خدا که کار نشد نداره، پس چیه این کارای چند باره؟ من اینجوری فکر میکنم، همیشه اراده خدا عوض نمیشه. خودت که عیب و نقص ما رو دیدی، از اولش درست میآفریدی. یه چی میگم فقط نگی جفنگه، فکر میکنم یه جای کار میلنگه. والا کشیش و شیخ و شاه که نیستی، اهل دروغ و اشتباه که نیستی، یه عالم جونور آفریدی، کرگدن و اسب و خر آفریدی، کلی به سوسک و پشه حال دادی، به هر دوتاشون پر و بال دادی. نوبت خلقت که به آدم رسید، یه دفعه بال و پر ته کشید. الان میگی من به تو عقل دادم که هیچکی هم نداره غیر از آدم. پیش خودت نگفتی این کار بده؟ عقل بدی به هیچی هم قد نده؟ آدم رو ساختی که خرابش کنی، از تو بهش یهو جوابش کنی. به خاطر یه سیب نیم خورده کی آبروی بنده ای رو برده؟ زدی تو پوزش که سرفکنده شه، پیش زنش طفلکی شرمنده شه. میگن همیشه بخشش از بزرگاست، خدا کیه؟ بزرگ کل دنیاست. قربون قدرته، تو که خدایی، اول و آخر بزرگیایی. خودت بهش کلی ماشالله گفتی، وقتی که ساختی باریکالله گفتی. جان خودم این دیگه خیلی درده، بگم طرف حرف تو گوش نکرده. اگه اراده خودت نباشه همینجوری گل نمیتونه باشه. اگه بگن خدا نمیپسنده، قنچه غلط میکنه هی بخنده. میخواستی شوتش کنی روی زمین، پس چرا گفتی احسن الخالقی؟ روی زمین ببین چه قوقاییه، کارای بنده ها تماشاییه. 200 تومن دست فقیر میذارن، توقع کل بهشتو دارن. چه میشد اصلا تو بهشت نداشتی، خلق به حال خودشون میذاشتی؟ الان تو دنیا هرچی کار زشته، برای رفتن به همون بهشته. دست یه دادم تمکار، یه عده دیگه شدن گرفتار، بی خودی گیر میدن به موی مردم، جفت پا میرن تو آبروی مردم.
آخه بهشتت هم که چیزی توش نیست، فقط 4 نهر توی پردیس، شیر و شرابش هم که توی جوبه، بازم همین که هست خیلی خوبه. چقدر میشه رفت لب چشم آب خورد؟ چقدر میشه فقط نشست شراب خورد؟ راستی شراب حوری و می کرده اونجا خوبه، پس چرا اینجا بده؟ متشکرم. مردا که دورشون پر از حوریه، شرایط زنا هم اینجوریه؟ زن تو بهش هر جوری خاص میگرده یا نه؟ بازم تابع حرف مرده. میگم اگه بهش پر از حوریه، تکلیف این زنای مؤمن چیه؟ شنیدم اونجا بی فرودگاهه، بدون جاده و بزرگراهه، اونجا بریم باید شتر سوار شیم، توی بیابوناش باید قطار شیم. وقتی بهش کامپیوتر نداره، هر کی بخواد باید خودش بیاره. وقتی وسایل رفاهیش کمه، پس چرا تبلیغ میکنن این همه؟ اینجا که ما کلی وسایل داریم، با این همه 1000 مشکل داریم. اونجا میگن 1000 سال نوری آدم باید سر کنه با یه حوری. میبینی بنده ها چیکار میکنن؟ همدیگر رو هی لط و پار میکنن. 1000 ساله که مفتی مفتی سر میبرن، میان میگن تو گفتی. متشکرم. جوان ریشدار قندهاری میاد میشه قاتل انتحاری، از سر بیفکری و بیکلهی همینجور آدم میکشن فلهی، میگن به خاطر رضای خداست. رضای تو واقعا اینجور چیزاست؟ نمیدونم والا کجا نوشته که جای قاتلا توی بهشته. خلاصه کلام خیلی پستن، اونا که از قول تو خالی بستن. یکیش همین جناب ملا عمر که هیچی نخورده جز مغز خر. اگه میخواد بره بهشت این آدم، یه کاری کن بنده برم جهنم. کاش از تو این جمله رو میشنفتم که بچه جون، اینا رو من نگفتم. متشکرم.